رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم میکنند. صبر کن، صبر کن، دارم میام لاله. التماست میکنم چنار این کارو نکن. ازت خواهش میکنم به خودت آسیبی نرسون. خواهش میکنم. خوش اومدین اقبال خانم. ممنون. بالاخره تشریف آوردین اقبال خانم. منو ترسوندین نجیب خان.
شما چرا هنوز نخوابیدین؟ انگار راه خونه رو گم کرده بودین. نگران نباشی نجیب خان، من اونقدرم بی دست و پا نیستم که خونه رو گم کنم. میشه یکم صحبت کنیم؟ صحبت میکنیم. از وقتی یه مصاحبه از عایشه آرمانلا دیدم، میخوام یه مصاحبه هم از زندگی خودم با نجیب خان چاپ بشه. فکر خوبیه، باید دقت کنید که مثل اون نشه. چرا باید دقت کنم عزیزم؟ به نظرم باید خیلی بهتر از اون بشه. زمرد خانم؟ بله شرمین. موضوع مهمی پیش اومده. باشه عزیزم، بیا اینجا بهم بگو. الان اقبال خانم اومدن، نجیب خانم ایشونو دیدن و گفتن که باید باهاشون حرف بزنن و رفتن تو اتاق روبرو. باشه عزیزم. میبینی ما باید تمام روز و مشغول شنیدن خبرای مختلف باشیم. خب چی میگفتیم؟ خب چه اشکالی داره یه شب بیرون شام بخورم؟ یه جوری حرف نزنین که انگار این کار عادیتون بوده. شما از این کارا نمی کردین. اگه مسئله مهمی باشه ما هم باید بدونیم. انگار من نمیتونم واسه خودم خوش باشم. زندگی که یه جور نمیمونه نجیب خان. خب زمان که میگذره آدم هم ممکنه مدل زندگیشو تغییر بده. این حرف رو ول کنین، بگین کجا و با کی بودین؟ هیچ جا، با دوستام رفته بودم شام بیرون. کدوم دوست اقبال؟ تو هیچ وقت از این جور دوستا نداشتی که باشون بری بیرون. راستشو به هم بگو. درسته. تو حق داری نجیب خان. من تو این خونه مثل یه زندونی باید زندگی کنم. تو و زنت هر روز میرین گردش و تفریح، اما من باید تمام روز تو خونه منتظرتون بمونم. همه تو این خونه حق دارن، اما من حق زندگی کردن ندارم. درسته؟ اقبال خانم، انقدر ذهن منو به هم نریزین. انقدر زن نکنین انگار من میخواستم باهاش ازدواج کنم. من همون کاریو کردم که شما گفتین. حالا از دست من ناراحتین؟ من تمام این کارا رو واسه نجات دادن چنار انجام دادم. اگه اون فهمیده بود که تو پدرشی، مطمئن باش که الان دیگه هرگز تو صورتمون نگاه حمله میکرد. انگار الان خیلی میبینمش. نجیب خان لطفاً این دوتا موضوع رو با هم قاطی نکنین. این که چرا چنار به این روز افتاده مشخصه. اگه من این کارا رو به خاطر چنار انجام دادم، واسه این بود که خودم میخواستم. پس رو اعصاب من نرو. اما هر روز که میگذره همه چیز داره تغییر میکنه. چی تغییر کرده اقبال خانم؟ تو فکر کردی من احمقم؟ هر روز داره رابطتون با هم بهتر میشه، متوجه نشدین؟ حتی نظرتونم داره نسبت به اون زن عوض میشه. داری گناه منو میشوری؟ اگه خوب چشماتو باز کنی میبینی که اون زن داغ داره. چطور میتونم باش بد باشم؟ باشه، بچهشو از دست داده، خیلی سخته، اما مگه تو باعث شدی؟ تقدیر خدا این بوده. راستش وقتی شما اینطوری حرف میزنین دارین گناه منو میشورین نجیب خان. بلایی سر خودت نیار چنار، خواهش میکنم. نمیخوام تو رو از دست بدم. نمیخوام. دیگه چی شده شرمین؟ یشیم خانم پشت خطن. ببخشید. بله عزیزم. مامان
مامان فکر کنم چنار میخواد یه بلایی سر خودش بیاره. مامان یعنی چی؟ تو کجا هستی؟ من الان تو راهم، دارم میرم ویلا. از کجا مطمئنی؟ شاید اشتباه میکنی. حس میکنم مامان. ما که نمیتونیم به خاطر حس کردن تو همه رو نگران کنیم. اما من میدونم، به خاطر همین میخواست یه جوری منو دست به سر کنه. فهمیدی؟ میدونست که اگه من اونجا باشم نمیذارم این کارو بکنه. تو رو خدا یه کاری بکنین، خواهش میکنم. باشه عزیزم، آروم باش، الان به همه خبر میدم و میام اونجا. ببخشید عزیزم، الان برمیگردم. چنار ازت خواهش میکنم، تو رو خدا بلایی سر خودت نیار. فکر میکنی این که تو عذاب میکشی من خوشحالم؟ از این به بعدو میخوای چی کار کنی نجیب خان؟ بیا این ازدواجو به هم بزنیم، تو هم بهم کمک کن. چطوری نجیب خان؟ چطوری؟ چنار هنوز خبر نداره، تازه نوه دارم شدیم. مگه همیشه نمیگفتی دلت یه نوه میخواد؟ اما ببین چی شد، این زن با این کارش زندگی و آرامش هممونو به هم ریخته. موضوع فقط شما نیستین، اون داره از نوشم به عنوان تضمین زندگیش استفاده میکنه. اما من قبل از مرگم هر طور که شده اون زنو شکست میدم. نجیب خان، انگار چنار میخواد به خودش آسیب برسونه. پسرم یعنی چی؟ چی کار کرده؟ نمیدونم، اما هر لحظه ممکنه براش اتفاق بدی بیفته. پسرم، پسرم، لطفا اینجا جمع نشید، برید خونه هاتون، اینجا رو شروع مکنید. هر ندارید نزدیک بشید خونه هاتون، خواهش میکنم برید. برید اقا، برید اقا، جلو نیا، خواهش میکنم اقا، باشید. برید اقا، خانم کجا، نمیتونیم برید جلو، خواهش میکنم اقا، باشید. برید اقا، برید اقا، خواهش میکنم. جراحتون ویلا با هم بودن، اما بعدش چنار یه جوری یشیمو دست به سر میکنه و میگه تو برو. چه جراحتی؟ مگه چنار مجروح شده بود؟ بله، امروز بهمون زنگ زدن گفتن بیان بیمارستان، اما اون از بیمارستان فرار کرد. مگه من مادرش نیستم؟ چرا نباید بهم بگی؟ الان که وقت این حرفا نیست، خواهش میکنم بیشتر از این نجیب خانو عصبی نکنی. یعنی میگین الان باید ساکت باشم و چیزی نگم؟ خدایا تو بهم صبر بده.
خدا کنه همه خواب باشن، راحت بتونیم بریم خونه، مگه نه؟ یعنی کیه؟ آخه این وقت شب کی داره مزاحممون میشه؟ کیفتو بگیر عزیزم. اومدین ریحان خانم؟ میبینی که اتفاق بدی افتاده، اقبال خانم و بقیه رفتن مزرعه چنارخان بلایی سر خودشون آوردن. چی؟ باور کنین. چی؟ خواهش میکنم دوستان مزاحم کار ما نشین، لطفاً کنار بایستین. آقایون لطفاً برین عقب. برین عقب جلو نیاین. خانوما کجا میرین؟ لطفاً صبر کنین. خانم خواهش میکنم شما باید برید بیرون، خیلی خطرناکه، باید از اینجا زودتر بریم بیرون. Thank you.
کارم اینجا خیلی خطرناکه، باید زودتر بریم بیرون. سلام چنان عزیزم، خواهش میکنم دوره برشو خلوت کنیم. زود باشین، عجله کنین، از این طرف، از این طرف، زود باشین، زود باشین، مجروحو بیارین. دقت کنین، دقت کنین، از این طرف، آروم. چی شده عزیزم، چی شده؟ حالت خوبه؟ آروم 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 آروم، بذارینش تو آمبولانس. راستش دیشب ما دیر برگشتیم خونه. مروت به ما خبر داد چی شده. وقتی رسیدیم مزرعه گفتن چنارو آوردن بیمارستان. ویلا بدجوری نابود شده. تقریبا همش سوخته بود. نجات پیدا کردنش معجزه بود. همینطوره. باورم نمیشه خواهرم اینقدر شجاع بوده باشه. کار عقلانی نکرده. داشته خودشو میکشته. آخه کار چنارم اصلا عقلانی نبوده. خودکشی بوده. به جای قصه خوردن خدا رو شکر کن. خدا چنارو دوباره به ما برگردوند. خودتو کنترل کن یشیم عزیزم. بالاخره خوابید، حالت خوبه؟ خوبم، فقط یکم گلوم درد میکنه. همین صبر کن دخترم، الان بهت آب میدم. مراقب باش دخترم، خدا ازت راضی باشه. خدا ازت راضی باشه دخترم، اگه تو نبودی شاید الان کنارم زنده نبود. ممنونم.
بیدار شدی؟ کجا داری میری؟ دکتر به هم گفت که میتونی بری. به این زودی مرخصت کرد؟ حالت خوبه چنار؟ خوبم. نه خوب نیستم. کاش که دیگه بیدار نمی شدم. بس کن، تو نمردی، نجات پیدا کردی، باید خوشحال باشی. خودم میخواستم بمیرم، اما انگار یه نفر با قهرمان بازیش نذاش به هدفم برسم. مطمئنم که الان اون بیرون بقیه از این بابت خیلی خوشحالن، اما من خوشحال نیستم، واسه همین از اون آدم تشکر نمی کنم. یعنی برات مهم نیست که اون آدم برای نجات تو جونشو به خطر انداخته؟ چنار کجا میری؟ یشیم کجاست؟ تو اتاقه. ای بابا. نجیب خان، خواهرتون داره میاد. بفرمایین اقبال خانم. توبه توبه. خواهش میکنم تو این اتاق اینطوری لباس نپوشین. جز ما که اینجا کسی نیست. ممکنه یه وقت لازم باشه از اتاق بریم بیرون. یعنی نرم بیرون؟ انگار شما نمیدونید که توی این خونه کسای دیگه هم زندگی میکنن. آدم اینطوری میره جلوی دیگران؟ خواهش میکنم اینطور لباس نپوشین. هرچی شما بگین. صبح بخیر اقبال خانم. از چنار خبر ندارین؟ نگران نباشین، چنار خوبه. امروز از بیمارستان مرخص میشه. نمیدونم میخواد چی کار کنه. خب من گذاشتم اون دختر شب و پیشش بمونه. خدا ازش راضی باشه، زندگی پسرمون رو نجات داد. اما من به عنوان مادر باید پیشش میموندم. شما که تقریبا تا دم صبح پشت در اتاقش بودین. دیدین که چنار نمیخواست ما رو ببینه. اگه اصرار میکردینم اوضاع عوض نمیشد. چه بخواین و چه نخواین، اون دختر بهتر چنار رو درک میکنه. خب منم از همین موضوع میترسم. میخواین با هم بریم چنار رو بیاریم خونه؟ احتمالا شما هنوز خبردار نشدین. خواهرتون ندرت خانم دارن میان اینجا، استانبول بودن. فکر کنم الان دیگه تو راه خونه باشن. خواهرم اینجا چی کار داره؟ خیر باشه. کی داره میاد؟ خواهر شوهرم زمرد خانم. حالا یادم اومد، همون خواهرتون که رفته بودن مکه و واسه مراسم ازدواجمون نیومدن، درسته؟ پس بالاخره باهاشون آشنا میشم. چی شده دایی جان؟ از اینکه زنده مونده خوشحال نیست دایی. براش اهمیت نداره که نجاتش دادم.
براش مهم نیست که به خاطر اون جونمو به خطر انداختم. منو نمیبینه، حتی ازم نپرسید که چی شده. براش مهم نیست که چقدر به خاطر اون دارم زجر میکشم. خبر نداره که اگه میمرد منم باهاش میمردم. جواب نمیده؟ مشترک مورد نظر در حال حاضر پاسخگو نمیباشد. موبایلش هنوز خاموشه. یعنی چرا داره میاد اینجا؟ خب به نظر من وقتی اینطوری بی خبر داره میاد حتما یه دلیلی داره. نکنه خبر آتش سوزی رو شنیده؟ ممکنه. مگه شما جلوی ویلا و پشت در بیمارستان رو ندیدین؟ اون روزنامه نگارا مثل مور و ملخ همه جا هستن. ندرت خانم همینه، اصلا قابل پیشبینی نیست. خب دیگه رسیدیم استانبول. ببینیم اینجا چه جور جاییه ها؟ ببین چی میگم. امروز قراره خواهر نجیب خان بیان اینجا. هر وقت رسیدن فوراً بهم خبر بده، باشه؟ باشه زمرد خانم، نگران نباشین. خوبه، تا حرفشون رو زدیم رسیدن. خوش اومدین خانم. تو تازه اومدی؟ مروت نیست؟ اون خدمتکار منه. باش اومدی ندرت خانم. خیلی ممنون زمرد خانم. خوشحالم که شما رو میبینم، قبلا فرصت آشنایی پیش نیومده بود. درسته، اما ماشاءالله ذکر خیر شما همه جا هست. خوش اومدی خواهر. خوش اومدی دخترم. خوش اومدی خواهر. چرا زودتر خبر ندادی؟ می اومدم استقبالتون. استقبال واسه چی نجیب؟ خودمون اومدیم دیگه. انشالله که مشکلی پیش نیومده. میخوای همینجا دم در حرف بزنی؟ بذار قهوه اول صبحم رو بخورم، بعدش با هم حرف میزنی. این چه حرفی خواهر؟ بفرمایین لطفا. خوش اومدی دخترم. بیا دخترم. چی شده عروس؟ چرا اینقدر پریشونی؟ پریشون نیستم خواهر، چیزی نیست. پس هر کس تو این دنیا از یه نفر میترسه. شرمین تو چرا خوشگت زدی؟ زود باش برو. حدس می زدم بیای اینجا.
منم وقتی زنم و دخترم تو اون حادثه فوت شدن برای مدت‌ها همین حال و روزو داشتم. آدم مدام خودشو سرزنش میکنه، اما این کارو نکن چنار. با ادامه دادن این کار فقط خودتو اذیت میکنی. من دارم دنبال یه چیزی میکردم، یه عکس. باید همین جاها باشه. اون همه خاطراتمو زنده میکنه. میدونم چی میخوای بگی، اما این کارو نکن. اینطوری زندگی برات سخت‌تر میشه. من درست مثل تو بودم، نمیخواستم واقعیت رو قبول کنم، خودمو از بقیه جدا کردم، سعی کردم با خاطراتم زندگی کنم، نمیخواستم فراموششون کنم. همه ی وسایلی که متعلق به همسر و دخترم بود و دور خودم جمع کردم، میخواستم با اونا زندگی کنم. هر روز به عکسشون نگاه میکردم و اونا رو میبوسیدم، اما بعدش یه روز همشون آتیش زدم. اما مثل تو خودم آتیش نزدم، تقدیرم رو بخشیدم و به خشمم غلبه کردم، باهاشون خداحافظی کردم و اونا رو توی قلبم برای همیشه نگه داشتم. دیگه از اون شب به بعد تونستم آروم بخوابم چنار. احساس کردم زنده‌ام و از فردا صبح یه زندگی جدید رو شروع کردم، وگرنه نمیتونستم به زندگیم ادامه بدم. اما من نمیخوام به زندگیم ادامه بدم. ادامه میدیم اگه تقدیرم بخواد. اونایی که دوست دارن اجازه نمیدن. اینو قبول کن چنار، تو رو یشیم نجات داد. اینو نمیدونستی درسته؟ تو این ساختمونی که تو شعله های آتیش فرو رفته بود هیچ کس نمیتونست وارد بشه، اما اون تنهایی اومد دنبالت. حتما نجات پیدا کردنت یه حکمتی داره، مگه نه؟ تمام این مدت صبر کردم و نیومدم اینجا. همین که میدونستم دوره همین و حالتون خوبه برام کافی بود. چنار تنها وارث پسری خونواده ماست، اما شما نتونستین درست ازش مراقبت کنین. همین الانم روح برادرم در عذابه. نجیب، تو تنها تکیه‌گاه اون تو زندگی هستی. فکر میکردم قبل از مرگمون میتونیم خوشبختی این بچه رو ببینیم، اما حالا پسرمون به جایی رسیده که میخواد خودشو بکشه. والا خواهر، ما هر کاری که از دستمون برمی اومده انجام دادیم، اما بیفایده بود. خب شاید کاراتون درست نبوده اقبال. خب خواهر، شما یه راه چاره بهمون بگو. هر چی که شما بگین ما هم همون کارو میکنیم. دخترم تو خیلی خسته شدی، برو یکم استراحت کن. مروت، بله. زهرا رو راهنمایی کن به اتاقش. چشم خانم. با اجازتون. از این طرف دخترم. گوش میدیم خواهر. درد یه عشق و فقط یه عشق دیگه درمون میکنه. متوجه نشدم. عروس، میخوای پسرت خوب بشه یا نه؟ خواهر، خدا خودش میدونه که بزرگترین آرزوی زندگی من خوشبختی پسرمه. پس باید براش زن بگیری. پس بسم الله. ببخشید خواهر،
اما کیو براش بگیریم؟ پسرم اصلا حال و روز خوشی نداره. کی زندگیشو وقف اون میکنه؟ بفرما دخترم. ازتون ممنونم، به زحمت افتادین. این چه حرفیه؟ اگه به چیزی احتیاج داشتی خبرم کن. باشه دخترم؟ خیلی ممنون، حتما. اوی شما اینجا مرد خانوم؟ مردم از ترس. اون دختر خدمتکارشه؟ دارم میپرسم اون دختر خدمتکارشه؟ نه نیست، یعنی مثل دخترش میمونه، یعنی مثل فامیلشه. چطوری بگم، فامیلش نیستا، اما ندرت خانم خیلی اونو دوست داره، هیچ وقت اونو تنها نمیذاره. یعنی کاراشو انجام میده؟ نه هیچ کاری نمیکنه. زهرا سر میز غذا هم کنار خانم میشینه. اون دختر خیلی خوبیه، مثل فرشته. باشه باشه برو سر کارت، زود باش. زهرا رو خودم بزرگ کردم. اون تمام رسم و رسومات خانواده ما رو میدونه. تو مهربونی و محبت کوتاهی نمی کنه. یه خانوم همه چی تمومه. میدونین که به جز منم کسی رو نداره. من همه کس و کفیل اون هستم. زهرا میتونه یه زن خوب برای چنار ما باشه. میتونه کمکش کنه. اون وقت هم من هم شما خیالمون راحت میشه. والا خواهر شما بهتر میدونین چی بگم، اما چنار امکان نداره همچین موضوعی رو قبول کنه. از وقتی که لاله مرده اصلا حال و روز درستی نداره، خودشو یه گوشه زندونی کرده، محاله بخواد ازدواج کنه. شما همه چیزو بسپارین به من، من رضایتشو میگیرم. ریحان یه نگاهی به اینا بنداز، باید زودتر جواب بدیم. مهمت، خبر داری خواهرم اومده؟ جدی میگی؟ اون از کجا پیدا شد؟ والا من نمیدونم. امروز صبح زن داداشم از بیمارستان اومد خونه، خیلی خسته بود، رفت تو اتاقش که یکم استراحت کنه. اما بعدش از قیصریه زنگ زدن، خبر دادن که دارن میان استانبول. که اینطور؟ من دارم میرم. کجا؟ دارم میرم بیمارستان چنار رو ببینم. اوه زوج خوشبخت، ببینم دیشب چطور بود، خوش گذشت؟ آره، اما خبر خودکشیه. به جز خبر خودکشی چنار همه چیز عالی بود، فوق‌العاده بود. جدن؟ از این به بعد خوش گذشته. قراره همش با شوهرم خوش بگذرونم. مگه نه مهمت؟ خب من باید برم. راستی اجه، بابا من کاری داشتی؟ میخواستم بپرسم از رستوران خوشتون اومد؟ خیلی خوب بود، ممنون. خب همین الان با رفتار قشنگی که داشتین تصمیمتو به هم گفتی؟ من هیچ تصمیمی نگرفتم. اما اینطور به نظر نمیاد. اجه تو رو خدا بس کن. ببین من الان نمیخوام هیچ تصمیمی بگیرم، میخوام همه چیز همون جوری که تا الان بوده ادامه پیدا کنه و مثل قبل پیش بره. جدن؟ ببخشید اما اگه تو نمیتونی تصمیم بگیری، خودم این کارو میکنم. از این به بعد من دیگه نیستم مهمت خان. اجه خوش اومدین چنار خان.
خانم، ساعت 3 جلسه داریم. باشه. چنار، تو کی مرخص شدی؟ داشتم میامدم عیادتت، حالت خوبه؟ چنار، بیا با هم دیگه بریم خونه ها. من خوبم. چنار خان سلام، خوش اومدین. یشیم کجاست؟ تو اتاقشه؟ هنوز نیومدن، فکر کنم بعد از مرخص شدنشون از بیمارستان رفتن خونه. باشه، ممنون. کجا برم آقا؟ کاندلیه. نه نه نه، کاندلیه نمیرم، تو برو راهنماییت میکنم. بله. خدایا. اوه کجا؟ خدا، اینجا دیگه چه جهنمیه. دیگه رسیدم، خیلی بد شد. کرم تو اینجا چی کار میکنی؟ واسه تو. من دارم میرم سر کار. باشه، خب پس من میرسونمت اونجا. مگه کار نداری؟ خودت دیرت نمیشه؟ نه فعلا کار ندارم، اگه بخوام تو رو برسونم دیرم نمیشه. بیا بالا، بیا دیگه. چطوری؟ خوبم. جدی میگی؟ والا ندرت خانم که خیلی جدی گفت. دخترم گفت چنار باید ازدواج کنه، اصلا واسه همین موضوع اومده اینجا. یعنی میدونی اون هر کاری که بخواد انجام میده. به نظر من این کارا بیفایده است، دارم بهتون میگم. چنار با دختری که نمیشناسه ازدواج نمیکنه. خب البته اون لاله رو خوب نمیشناخت، اما خودشونو انتخاب کرده بود. در ضمن از اینا که بگذریم، چنار هنوز لاله رو فراموش نکرده. دیدین که میخواست از جونش هم بگذره. خب خودت بیا اینجا و این حرفا رو به خواهرت بزن. من بهش میگم این پسر حال و روز درستی نداره، اون میگه باید ازدواج کنه. آقا همینطوری منو داری تو شهر میچرخونی، کجا باید برسونمت؟ به خشمم غلبه کردم، باهاشون خداحافظی کردم، تقدیرمو بخشیدم. حتما نجات پیدا کردن تو هم یه حکمتی داره، مگه نه؟ آقا شنیدی چی گفتم؟ کاندلیه، تا شب خدا حافظ ریحان. اقبال خانم من دارم میرم. نجیب خان قراره چه اتفاقی بیفته؟ یعنی چی میشه؟ والله هیچ جوری نمیشه خواهرم رو منصرف کرد. والله من که هیچ امیدی ندارم نجیب خان. نمیخوای چنارو به زندگی عادی برگردونی؟ معلومه نجیب خان، مگه میشه که نخوام؟ هر روز دارم با خودم فکر میکنم که چطور میشه این مشکل رو حل کرد. هر روز دارم به خودم امید میدم، یعنی ممکنه خبر خوبی بشه. اما خب، یعنی اگه ازدواج کنه و زن بگیره ممکنه عقلش برگرده سر جاش؟ این دختر زهرا دختر عاقلی به نظر میاد، خیلی با حیا و خانومه. یعنی ممکنه نجیب خان؟ خواهرم کاری رو که به خود انجام میده
ما هم مجبوریم همراهیش کنیم. والا باید یه چیزی رو بهتون بگم نجیب خان. کنار به ندرت خانم و بزرگتر این خاندان و اینجور حرفا به هیچ وجه گوش نمیده. پسرم میخواست خودشو بکشه. دیگه هیچ چیز براش اهمیت نداره. هیچ کدوم از ما نتونستیم اونو راضی کنیم که برگرده خونه. سخت نجیب خان. به نظرم کار خیلی سختیه. پس دیگه ذهنتو مشغول نکن. ندرت خانم من وقتی ببین بیفایده است خودش از این کار منصرف میشه. من دارم میرم شرکت. من همراهتون میام. خوش اومدین چنار خان، بفرمایین. اقبال خانم، به همه اعضای خونه بگین کاری نکنن که خواهرم دلگیر بشه. مراقب رفتار و حرکات یشمن باشین. در این مورد نمیتونم قولی بدم. هرچی بگم لج میکنه. حالام که بهش مدیونیم. خدا ازش راضی باشه، زندگی پسرمون رو نجات داده. نمیتونم حرفی بهش بزنم. تازه از وقتی اومده خونه رفته تو اتاقش و هیچی هم نخورده. والا من هنوزم نفهمیدم چرا اون دختر باید خودشو بندازه تو دل آتیش تا چنار رو نجات بده. بی علت نیست. باید دلیلشو بفهمیم نجیب خان. باید بفهمیم چی باعث شده که همچین کاریو انجام بده. والا من که از کارش سر در نمیارم. ما هم باید خدا رو شکر کنیم که به چنار آسیبی نرسیده. پسرم. پسرم به خونه خوش اومدی. خوش اومدی پسرم. یشیم کجاست؟ بیا تو موویز. خدایا باورم نمیشه پسرمون برگشته به خونه. اقبال، به نظرت با یشیم چی کار داره؟ حتما فهمیده که اون جونش نجات داده، میخواد ازش تشکر کنه. بس کن نجیب خان، اون با خواهش هیچ کدوم از ما نیومد. حالا بعد از این همه وقت فقط واسه یه تشکر برمیگرده خونه؟ نمیتونست جای دیگه تشکر کنه؟ پس واسه چی برگشته؟ به خاطر یشیم. یشیم. چنار اومدی؟ باورم نمیشه که اینجایی. من ازت ممنونم یشیم. ندرت خانم، چنار خانم اومدن. الان کجاست؟ تو اتاق یشیم خانم.
خیلی خوب، منو ببر اونجا. بفرمایید خانم، بفرمایید. من خیلی ازت ممنونم یشیم. اگه تو چیزیت میشد چی؟ اگه یه وقت تو چیزیت میشد من چی کار میکردم چنار؟ اگه تو میمردی منم میمردم چنار. من تو رو دوست چنار. پسرم، پسرم، تو به خاطر من برگشتی مگه نه عزیز دلم؟ امه جان خوبی؟ ممنونم از اینکه منو رسوندی. خواهش میکنم، کاری نکردم، ماشین رسوندید. عجیبه که انقدر تصادفی همدیگر رو میبینیم. خب دیگه خداحافظ. اینجیه. امشب باید سرکار باشی؟ نه، این هفته شیفت روزم. چطور؟ گفتم با هم بریم بیرون، چطوره؟ باشه باشه، پس ساعت 10 میام دنبالت، خوبه؟ یعنی کارت انقدر دیر تموم میشه؟ این ساعت خیلی واسه من دیره، یعنی من باید تو این ساعت خونه باشم. خانوادم اجازه نمیدم. خب بگو، کار دارم دیگه. نمیشه، چرا باید بهشون دروغ بگم؟ خب باشه، من به خاطر تو زودتر میام. ساعت 8 چطوره؟ خوبه. فعلا خداحافظ. خداحافظ. من میخوام به اسم پدر خدا بیامرزت یه مدرسه باز کنم. ثواب خیلی بزرگی میکنی. من هزینه یه کار رو میپردازم، تو هم به حساب کتابا رسیدگی کن. بعدن صحبت میکنیم امه جون، من باید برم بیرون. خیر باشه. یه کاری دارم. دوباره بر میگردی مگه نه؟ ببینم چی میشه. بشیم، میشه بیای؟ نجیب خان، میشه یه لحظه بیاین؟ خیلی عذر میخوام. اقبال، جریان چیه؟ بهش گفت بیا، اونم رفت. خواهر، شما این حرفا رو ول کن. من خیلی فکر کردم، حق با شماست. باید هر چه زودتر کاری کنیم که چنار و زهرا با هم ازدواج کنن. هر کمکی که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم، وگرنه ممکنه چنار دوباره اشتباه کنه. میشه برام گل بخری؟ متوجه نشدم. میخوام برم قبرستون. تا حالا هیچ وقت بدون گل نرفتم. اینجا یه دسته گل هست. خوبه، همینا خوبه. کافیه چنار، کافیه. وقتی دیدم اومدی خونه و داری ازم تشکر میکنی، فکر کردم تغییر کردی. فکر کردم میخوای به زندگی برگردی چنار. اما هنوزم همونطوری. باشه، برو، برو و همونجا خودتو زندانی کن. برو، برو دیگه، هیچ وقت بر نگرد. برو. خدایا خودت کمکمون کن. دوباره چی شده؟ این دفعه دیگه نجاتت نمیدم، قول میدم. برو دیگه، هم بر نگرد. لالتو میخوای؟ بیا لالتو بگیر. Thank you.
چنارون زنده است، قلبش میزنه. خونه تو بدنشه چنار، خونه تو، خونه خواهرم تو تنشه، اونی که تو قبرستون خوابیده لاله نیست، زنی که تو دوستش داشتی الان دیگه زنده نیست. چنار اینو بفهم، بدش من تو برو طبقه بالا عزیزم. اگه اونو میخوای اول بچه‌تون رو بپذیر. اون آدمایی که دوست دارن و دریاب چنار، ما هممون بهت احتیاج داریم، نمیبینی؟ اینقدر عذابمون نده، خواهش میکنم. خب دیگه برو، دیگه هیچ وقتم بر نگرد. عزیزم به نگرانی هیچ کدوم از این آدم هم فکر نکن، برو و به زندگی در رنج و عذابت ادامه بده. باشه، چنار چنار، من یادت میاد؟ در اتاق باز میکنی؟ کلیدش دست من نیست چنار خان. دست کیه؟ یشیم خانوم. یشیم میشه کلید اتاقم رو بدی؟ پس هنوزم میخوای به زندانی کردن خودت ادامه بدی، درسته؟ کلیده رو بده. باشه، یا هر کاری دلت میخواد بکن. Camlar üstünde sen.
Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hiç kimsenin sen hiç görmedin. Sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben خوبی؟ همه چیزو نابود کردم. همه چیزو. همه چیز الان زیر آب غرق شده. خب راحت شدی؟ راحت نشدم اما سبک شدم. انگار این چیزا فقط مال تو فیلم هاست. نمیدونم چی میخوام، حتی دیگه نمیدونم چه حسی دارم. فقط یه چیزی درونمه، سرمایی که داره منجمدم میکنه.
مثل یخ. من دیگه تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. من اینجام چنار، تو تنها نیستی. یه حسی به هم میگه این حلقه رو در بیار و خودتو نجات بده، اما یه حس دیگه به هم میگه تا آخر عمرم نگهش دارم. عجله نکن. چطوری دخترم؟ خوبم خاله ندرت. کاشکی منم خوب بودم، اما خوب نیستم. خیر باشه، چیزی شده؟ جاییتون درد میکنه؟ نه دخترم، بدنم سالمه اما دلم خوش نیست، ذهنم به هم ریخته. چنار اصلا حالش خوب نیست، این پسره داره خودشو نابود میکنه. خب آسون نیست، اون همسرش رو از دست داده، خیلی سخته. آه دخترم، دور زمونم دیگه مثل قبل نیست. از قدیم گفتن گذشته زمان دوای هر درده، اما درد چنار حسرت نیست. پس چیه؟ اون خودشو مقصر میدونه. یعنی چی؟ اون شب با هم جر و بحث میکنن، حرفشون میشه. خب چنارم پسر مغروریه، ول میکنه میره، اونم میره دنبالش، اما دختره بیچاره تصادف میکنه. یعنی اگه اون نمیرفت دنبالش این اتفاق نمیافتاد؟ دختر جون هر چی که بخواد بشه میشه. چنار وجدان شارون نیست، اما میگذره، طبیعتا میگذره. ما هم باید هر کاری که میتونیم براش انجام بدیم، وظیفه هممونه که کمکش کنیم. چه گلای قشنگی هن. چنار به هم داد. جدی میگی؟ آه دختر خوشگل من، هیچ کس نمیتونه خوشگلی و خانومی دختری مثل تو رو ندیده بگیره. تصادفی بود. چه تصادفی عزیزم، هیچ مردی تصادفاً به یه دختر گل نمیده، حتما دلیلی داشته. خب ایشالله که خیر عزیز دلم، دیگه بهتره برم که راحت بخوابی دختر خوشگلم. شبت بخیر. شب شما بخیر. میرین بخوابین خواهر؟ میرم بخوابم، اونم با کلی امید آرزو. خیر باشه خواهر، انگار خیلی خوشحالین. چرا خوشحال نباشم، داریم به نتیجه میرسیم، همه چی درست میشه. آه انشالله. شبت بخیر. چیزی میخوای برات بیارم؟ ممنون نمیخوام. خب کجا میخوای بخوابی؟ همینجا. مطمئنی؟ رو تختی رو برداشتم، دیگه نمیخوام به اون دوران برگردم. همه چیز درست میشه، نگران نباش. به خونه خوش اومدی. چرا ناراحتی؟
من از اینجور جاها خوشم نمیاد. تازه باید برم خونه. خب چرا خوشت نمیاد ها؟ چون تو واسه اینجور آدم ها کار کردی، باهاشون جوری. خب درسته، من معمولا اینجا مهمونی میگیرن و منم باهاشون میام و دیگه همه منو میشناسن، چون معمولا رئیسم برای جور کردن اینجور کارا منو میفرسته اینجا. اما من خوشم نیومد. چرا خوشت نیومد؟ انگار همه یه جورایی همدیگر رو میشناختن، یعنی دوستای خوبی بودن، اما وقتی یه غریبه واردشون میشه همه در موردش حرف میزنن. من که چیزی نشنیدم. نبایدم میشنیدی، موزیک که نبود شکنجه بود، داشتم سرسام میگرفتم. گوشات خیلی تیزه شیطون. نیازی به شنیدن نبود، اگه به صورتشونم نگاه میکردی میفهمیدی. خیلی خوب باش، دفعه بعد میریم هر جایی که تو دلت بخواد. نظرت چیه ها؟ نمیدونم دفعه دیگه باشه یا نه. شب بخیر. یه دقیقه وایسا، من خودم میرسونم. دیگه کجا میری؟ نه ممنون، اینجا خط اتوبوس داره، خودم میرم. به غذا فلفل زدی؟ زدم خانم، حواسم بود. آفرین، این دفعه فراموش نکردی. خوبه، حالا که چنارم برگشته اونم صبح با ما صبونه میخوره. جعفری و باب میوه مخلوط کنین، خاصیت داره، برای سلامتی هم خوبه. این داروی شفا بخش اول صبح ندرت خانومه، پس هنوزم عادتهای قدیمیشو حفظ کرده. خب همگی خسته نباشین. آه راستی، چنار من خاگینه دوست داره، اما هیچ کس توی این خونه خاگینه درست نمی کنه. تو براش درست می کنی دختره؟ باشه حتما، امیدوارم خوششون بیاد. خب پس زود باش دست به کار شو، ببین همه وسایلی که لازم داری اونجا هست. برو دخترم. شو، میخوام صبونه بیارم. چنار، چنار، صبح بخیر. گفتم صبونه رو بیرون بخوریم، دوست داری؟ بیدار شو دیگه. من با چنار صحبت میکنم و این مسئله رو حل میکنم. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی با این دختره ازدواج کنه؟ بذار اول باهاش صحبت کنم، بعدش میدونم چطور راضیش کنم. باشه خواهر، خودت میدونی. من اصلا از این خواهر لاله خوشم نمیاد. باید هر چی زودتر این کار رو انجام بدیم. انگار هیچ چیز از چشم شما دور نمیمونه. یک روزه خوب همه چیز دستتون اومد. اما حق با شماست. هر چی زودتر این کار رو انجام بدیم، زودتر از دست این خانواده نجات پیدا میکنیم. اگه اینقدر با این خانواده مشکل داری، چرا یه دفعه تصمیم گرفتی با مادر این دختره ازدواج کنی؟ نگفتی با خواهرم مشورت کنم؟ حتی یه نظرم از من نخواستی. دو هفته صبر نکردی تا من از مکه برگردم بعدش مراسم تو بگیری. این چه حرفی خواهر؟ نه اینکه من نمیخواستم. وقتی زمرد خانم تاریخ عروسی رو مشخص کرد، تونستم مخالفت کنم. خب راستش قسمت اینطور بود. اون دختر هرگز نتونست خوشبختی مادرشو ببینه. آه صبح بخیر. آه عزیزم، آخه چرا این کارو میکنی؟ ما چه قراری با هم گذاشته بودیم؟ قرار بود روزی دوتا قهوه بخوری. الان قبل از صبحونه و بعد صبحونه قهوه میخوری، میشه دوتا. یکی هم بعد از نهار میخوری که میشه سه تا. بعد از شام هم یکی دیگه میخوری که میشه چهار تا. قرارمون این نبود.
ماشالله زنت خیلی خوب ازت مراقبت میکنه نجیب. زود باش عزیزم، بریم صبحونه بخوریم. صبح همگی بخیر. صبح بخیر دخترم. بیا بشین یشیم. نه نمیتونم بمونم، منو چنار داریم میریم بیرون، نمیخوام منتظر بمونه. خدافظ. نجیب این دختر خانم کی هستن؟ هنوز با ایشون آشنا نشدم. دختر زمرد خانم و خواهر عروس مرحوممون. جدن؟ پس اونی که چنار رو از تو دل آتیش نجات داده توی؟ درسته. عمه بزرگ چنار، ندرت خانم. خیلی خوشبختم، اما نمیخوام بیشتر از این چنار رو منتظر بذارم. همگی نوشه جان. خیلی ببخشید، بیشتر دقت کن، مگه جلو تو نمیبینی؟ چی شده دخترم؟ شرمین دستمال بیار. معذرت میخوام، بذارید تمیزش کنم. ول کن. خب تو هم باید مراقب باشی، اینطوری با عجله میای و میری. خدای من، انگار این خانم خدمتکار شماست. اون خدمتکار نیست، اسمش زهراست، تو این خونه مهمونه. انگار شما از مهمونایی که خونتون میان بیخبرین. ببخشید اما ایشون مهمونه خیلی خاصی هم نیستن. اینجا چه خبره؟ خب میبخشید ناراحتت کردم. نوشه جان بیا دخترم بشین. چنار، اون دختره کی بود؟ اون مثل دخترم من میمونه. چطور مگه؟ هیچی، دختر خیلی عجیبیه. پس مدرسه رو تموم کردی؟ خب حالا که تا اینجا پیش رفتی، کاش که میرفتی دانشگاه. برای همینم خدا رو شکر میکنم، هرچی دارم از خاله ندرته، ایشون نعمت بزرگی هن. درسته. خب راستش وقتی دیدمت فکر کردم ازدواج کردی، درسته؟ نامزدی چیزی نداری؟ چقدر سوال میپرسین زمرد خانم، بهتر سوال جوابا رو تمومش کنین. ندرت خانم، من دارم با مهمونی که اومده خونم آشنا میشم، البته با اجازه شما. خب آشنا میشین، خیلی هم زود آشنا میشین. اقبال خانم ببخشید، گوشی تو نیم ساعته داره زنگ میخوره. آه ببخشین الان میام. نجیب لطفاً احترام سفره رو نگه دار و بلند نشو. بفرمایید. من ارکان هستم، مزاحمتون که نشدم. این چه حرفیه؟ دو روزه که از شما خبری نیست، نکنه منصرف شدین، نگران شدم. چه دلیلی داره عزیزم؟ یکم کار داشتم نشد تماس بگیرم. امروز قرار میذاریم باشه؟ تا یه ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. باشه، منتظرتون هستم. روز بخیر. روز بخیر. اجه میخوام بدونی که واقعا خیلی برام ارزش داری، چون من تو رو همینطور که هستی دوست دارم. این گلا خیلی قشنگن، اما اگه قرار باشه خبر خوبی نشنوم نمیخوامشون. فایده‌ای نداره. اما من که هیچ وقت چنین قولی به تو نداده بودم اجه. منم بهت گفتم دیگه نمیخوام به این وضع ادامه بدم.
اما اون زمانی که ما رابطمونو شروع کردیم تو میدونستی من زن دارم. اجه خستم از این که تو میگی بینمون یه رابطه‌ای وجود داره، از این که هیچی بینمون نیست خستم. میشه لطفاً همه ی این گلا رو ببرین اتاق ریحان خانوم؟ اشتباهی آوردنشون اینجا. بشیم، میای امشب بریم یه کنسرتی، سینمایی؟ باشه میام. خوبه، البته اگه واقعا تو دوست داری بیای. معلومه که میخوام. باشه. ممنون، تو میتونی بری هایری. حالتون چطوره؟ ممنون، میبخشین باید اول چند تا کار انجام میدادم بعد میومدم. مهم نیست، خب منم خیلی کار نداشتم. خب چرا اینجا قرار گذاشتین؟ کنجکاو شدم چیکار باید بکنم. شما همیشه وقتی دارین نقش بازی میکنین از این لباسا میپوشین. متوجه نشدم. چیزی واسه فهمیدن وجود نداره، منظورم این لباسیه که پوشیدین. واسه نقشی که قراره بازی کنین میگم، انگار کلی کار واسه آماده شدن دارین. خوش اومدین اقبال خانم. خیلی ممنونم. چه کمکی از من برمیاد؟ من امروز واسه خودم نیومدم، برای آرکان خان اومدم. ایشون فامیل ما هستن، میخوایم برای ایشون خرید کنیم. بسیار خوب، چی مد نظرتونه؟ یک کت و شلوار شیک و مردونه. چشم خانم، آرکان خان لطفاً از این طرف. شما هم راحت باشین اقبال خانم. باشه، اما لطفاً هرچی پروف کردن به منم نشون بدین. باشه خانم، باشه. حتما. هرچی شما بگین. یشیم کجاست؟ هنوز نیومدن. تا یه ساعت دیگه جلسه انتخاب طرح داریم، بهش خبر بدیم که بیاد. مهمت؟ اینا چقدر قشنگه. امر دیگه ای نیست. میتونی بری. تو چقدر خوش سلیقه ای. ریحان. باشه، خودمو تا شب کنترل میکنم. البته اگه دوباره اتفاق بدی نیفته. وای اینا چقدر قشنگه. چنار، تو هم با من میای بریم شرکت؟ نه فکر نکنم یشی. چرا؟ اینطوری یکم سرگرم میشی. تنهایی میخوای چیکار کنی؟ همین که خودمو پیدا کردم کافیه. یواش یواش. باشه، حق داری. اما من باید برم شرکت، چون امروز یه جلسه خیلی مهم داریم. میدونی که داریم یه طرح جدید و ارزیابی میکنیم. باشه، تو برو به کارت برس، منم میرم یکم استراحت کنم. اما مراقب خودت باش. باشه، پس تا شب خداحافظ. من میام دنبالت که با هم بریم سینما. باشه. این چطوره؟
این خیلی شیک نیست. از مدلش خوشتون نیومده یا از رنگش؟ خب این خیلی معمولیه. من یه تیپ خیلی خاص و شیک میخوام. من اینطوری نمیپسندم. نمیخوام یه وقت جلوی فامیلام سرافکنده بشم. نظرتون در مورد این چیه؟ خب اینم که خیلی اسپورته. ببینم شما یه لباس مردونه و با کلاس ندارین؟ یعنی هم رسمی باشه هم مناسبه بیرون رفتن. بله اقبال خانم، بفرماین ارکان خان، یه لباس دیگه بهتون پیشنهاد میدیم. اقبال خانم، این خیلی خوبه، خیلی خوش تیپ و عالی شدین. خب به چرخ ببینم. عالیه. از این مدل ها دیگه چی دارین؟ بهم نشون بدین. شما اصلا نگران نباشید، بفرمایید. خیر باشه مامان، نکنه اومدی شوهرتو ببینی؟ نه عزیزم، من نیومدم نجیب خانو ببینم، اومدم با دخترم صحبت کنم. چطور اگه کار نداری بریم بیرون با هم یه چیزی بخوریم؟ ها خیلی دلم میخواد، اما یه جلسه خیلی مهم دارم. باشه واسه بعد. من میدونم داری چی کار میکنی یشی. به تبریک میگم، نقشت واقعا عالیه. نمیدونم راجب چی حرف میزنی. معلومه راجب چنار. چنار چه شده؟ نه عزیزم چیزیش نشده، اما به زودی میشه. مامان من یه جلسه مهم دارم، اگه حرفی داری زودتر بهم بگو. نقشه دلسوزی دست چنار خوب داره پیش میره. مردی که زندگیشو باخته توسط یه زن میتونه دوباره به زندگی برگرده. خب اون زن کیه؟ کسی که هیچ کس ازش توقع نداره، هرگز خسته نمیشه، دلگیر نمیشه، کوتاه نمیاد، اما همیشه در کنارشه، مراقبشه. حتی اونقدر زن فداکاریه که جونشو به خطر میندازه و اونو از مرگ نجات میده. بهت تبریک میگم، داری به هدفت میرسی. چنار یواش یواش بهت وابسته میشه، یواش یواش عاشقت میشه. بیا تو. چه خبر هایره؟ اقبال خانم با همون آقایی که اون شب باهاش شام میخوردن قرار داشتن. خب بعدش هم به من گفتن تو میتونی بری. اون زنی هم که اون شب دیدی باهاشون بود یا که تنها بودن؟ تنها بودن. خیلی خب میتونی بری. تو فکر میکنی همه مثل خودتن مگه نه؟ به خصوص من. عزیزم تو چه بخوای چه نخوای دختر منی یشیم. این یه بازی نیست، فهمیدی؟ من هیچ نقشه و برنامه ای ندارم. من تو رو بزرگ کردم، با یه نگاه به چشمات همه چیزو میفهمم. حتی وقتی لاله زنده بودم تو فکر چنار بودی. خب حالا دیگه هیچ مانعی نداری. من که نمیگم فکرم پیش چنار نیست. راستش حتی یه لحظه هم نمیتونم بهش فکر نکنم. اگه با یه نگاه به چشمام میتونی این همه چیزو بفهمی، پس اینم باید میفهمیدی که من واقعا چنار رو دوست دارم مامان. عزیزم خب پس بذار تو این راه بهت کمک کنم، چون ممکنه اونا بخوان مانع این کار بشن. مامان گفتم که این یه بازی نیست، پس مانعی هم وجود نداره. تو همین که به کارای خودت برسی کافیه. آیشیم تو اینطوری فکر کن.
ممنون. بای بریم تو، درش اینجاست. خوش اومدین. ممنونم. خب خونه جدیدت همینجاست، بیا بگیر. اینم کلیدای خونه، خودت درو باز کن. یعنی باید اینجا زندگی کنم؟ نه خیر، از جان اوزالف اینجا زندگی میکنه، بیا. ببخشید زمرد خانم. این چه رفتاریه اکرم؟ اصلا برازنده تو نیست. خب من هر وقت مخالف خواسته شما رفتار کنم برازنده نیست. با قبول کردن این کار نام و آبروی خانوادمون رو لکه دار کردی. فکر کردی من از چی ناراحتم؟ به خاطر اون غرور مسخره‌ات داری اینجا بردگی میکنی؟ تو خونه موندن و بردگی تو رو کردن کار با افتخارتریه، درسته؟ خیلی ممنونم زمرد خانم، اما من اینو نمیخوام. خب شاید اینجا خیلی نتونم تفریح کنم، اما واسه خودم کسی هستم، غرورم هم حفظ میشه. فرهاد اینا رو ببر اونجا پسرم. بله خانم. اینجا فوق‌العاده است. من هر وقت که بخوام میتونم بیام اینجا. تو فعلا باید اینجا زندگی کنی. اصلا هم نباید جای هیچ شک و شبهه و باقی بذاریم. خب هر چی شما بگین. بیا بگیر. اینو باید خوب حفظ کنی. این چیه؟ از جان اوزالب زندگی نامشه. این که کجا دنیا اومده، تو کدوم مدرسه درس خونده، کجاها زندگی کرده، کجاها کار کرده، چه پروژه های مهمی رو امضا کرده، وضعیت فعلی شرکتی که صاحبشه، حتی نوع شخصیتش هم اینجا نوشتم. یه جورایی متن فیلم نامه است دیگه. دقیقا همینطوره، باید خوب حفظش کنی. ازت میپرسم ها. خب تو سعی کن با این زندگی جدیدت ارتباط برقرار کنی. منتظر خبر منم باش. روز بخیر. روز بخیر اقبال خانم. بیا تو. حاضری؟ خیلی خوشتیپ شدی چنار. ممنونم، فقط خواستم یکم مرتب تر بشم. خب اگه حاضری بیا بریم. باشه. غذا رو تو درست کردی مروت؟ بله خانم. منم رفتم غذاها رو چشیدم خواهر. عجیبه، اصلا مزه نداره. ببخشید. نمکتون روی میز هست خواهر؟ خب اگه میخواین فردا شب بگم غذا رو آشپز من درست کنه چطوره؟ من آشپز و سرآشپز سرم نمیشه. خانم یه خونه خودش باید غذا رو درست کنه. جالبه ندرت خانم، من همه روز و شرکتم، وقت آشپزی کردن ندارم. در ضمن تو آشپزخونه یه رقیب خیلی حرفه‌ای دارین، نگران نباشین. آه چنار سلامت باشی پسرم. پسرم ماشالله چقدر شیک شدی. ممنون مادر. نوشه جان انگار آداب سفره رو فراموش کردی، اما بشین، بهتره یه چیزی بخوری. ببخشیدم جون، فراموش کردم بگم من یه شیم امشب داریم میریم بیرون. کجا میخوای بری؟ یه کار مهمی باید دارم چنار. خب بگی دمو جان، الان نمیشه صحبت کرد. خب میتونین بعدن صحبت کنین، چون که چنار امشبو به من قول داده. تازه دیگه داره دیرمون میشه. نوش جونتون. صبر کنین ببینم. انگار شماها هیچی بلد نیستین. میتونین بعدن هر جایی که میخواین برین. خونه قانون خودشو داره، به همین خاطر وقتی باهاتون کاری دارن باید تو خونه بمونین.
چقدر زود آداب و رسوم خانوادگیمونو فراموش کردی نجیب. دخترم قهوه ای منو بیار. ببخشیدم بچه. تو هم بیا طبقه بالا، کارت دارم. مروت قهوه منو بیار بالا. زمرد خانم با اجازه شما میریم بالا. خواهش میکنم. بیا پسرم بیا بریم. زود برمیگردم. مامان در مورد چی میخوان حرف بزنن؟ تو میدونی؟ مامان من نباید تو کاری که بهم مربوط نیست دخالت کنم. یشیم جون یادت میاد که؟ جدن؟ باشه. چرا مثل این بچه ها که جلوی مدیرشون وای میسن وایستادی؟ بیا بشین. بله گوش میدم. بفرمای خواهر. میبینم که حالت خوبه. بد نیستم امه جان، دارم سعی میکنم که خوب باشم. خوب میشی، هر روز بهتر از قبل، چون هر سختی و رنجی که تو زندگی ما پیش میاد یه امتحانه. واسه مرد تحصیل کرده ای مثل تو گوشه نشینی و قصه خوردن خوب نیست. باشه میدونم قبول این شرایط اصلا آسون نیست، اما با آزار دادن خودت نمیتونی چیزی رو حل کنی. یادت باشه پسرم هیچ غمی از بین نمیره، فقط کم رنگ تر میشه. هر چقدر بیشتر به خودت سخت بگیری دیرتر خلاص میشی. با رنج کشیدن و قصه خوردن فقط خودتو از بین میبری. اما انگار من تو این امتحان قبول نشدم. اشکالی نداره پسرم، تو جوونی بی تجربه ای. خب ما بزرگتر و بیشتر از تو این چیزا رو تجربه کردیم، پس حالا وظیفه ما در این شرایط چیه؟ این که کمک کنیم تا تو از این وضعیت خلاص بشی. چیزی که الان اهمیت داره نجات زندگی و آینده توه. من هر کاری که لازم باشه انجام میدم. خب حالا که اینطوره، خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. زندگی فقط از دست دادن یه عزیز نیست. وقتی خدا یه چیزی رو از آدم میگیره، جاش چیز دیگه‌ای به آدم میده تا مایه تسلیش بشه. برای تسلی تو هم چیزای خوبی بهت داده. زهرا رو دیدی؟ هم خوشگله هم نازه. اما اصلا ندیدم با هم حرف بزنی. اون بچه بیچاره باید زیر دست یه دایه یا پرستار بزرگ بشه. زمان میگذره و اون روز به روز بزرگتر میشه. تو باید به فکر آینده اون بچه هم باشی. درست میگم؟ خب من بعد از تمام این حرفا میخوام بهت بگم که تصمیم گرفتم که تو دوباره ازدواج کنی. ارائه شده توسط وبسایت بیاتو موویز.